سلام، این جلسه میخوام یه ریتم 6-8 غیری بهتون آموزش بدم با استفاده از نوت نقطه دار. پس آخر ویدیو حتما همراه بنده باشه، این ویدیو رو از دست نده. به نام خدا، محمد سنگ سفیدی هستم، مدرس و نوازنده ساز تنبک و گیتار. این جلسه رو حتما تا آخر نگاه کن چون قراره یه ریتم پرکاربرد دیگه توی تنبک نوازی یاد بگیری. و اگه تا الان کانال منو سابسکرایب نکردی، سابسکرایب کن و دکمه زنگوله رو فشار بده تا هر موقع من ویدیو جدید میذارم نوتیف اون رو دریافت کنی. اولین چیزی که شما باید برای این ریتم بلد باشید، نوت نقطه داره. حالا نوت نقطه دار یعنی چی؟ نوت نقطه دار در واقع همونطور که روی اسمش پیداست، یعنی نوتیه که جلوش یه دونه نقطه وجود داره. حالا چیکار میکنه اون یه دونه نقطه؟ در واقع ما نوت نقطه دار رو اینجوری تعریف میکنیم: یکی به اضافه نصف خودش. منظورم اون یکی خود اون نوته. خب مثلا نوت گرد نقطه دار. گرد و نقطه دار یعنی چی؟ یه دونه نوت گرد به اضافه یه دونه نوت سفید. چرا نوت سفید؟ چون که نوت سفید نصف نوت گرده. در واقع من یه دونه خود نوت گرد اومدن گذاشتم به اضافه نصف خود نوت گرد. یه مثال دیگه بزنم: نوت سفید نقطه دار. خب خودش که میشه نوت سفید، حالا نصف نوت سفید هم میخوایم بهش اضافه کنیم، میشه نوت سیاه. قبل اینکه این بحثمون رو ادامه بدم، اون دوستانی که هنوز شناختی از انواع نوت ها یا ریتم خوانی و ریتم در موسیقی ندارن، حتما برن این دوتا مبحث رو نگاه کنن تا این جلسه براشون یکم پیچیده نشه. بریم سراغ ادامه بحثمون. خب گفتم در واقع نوت نقطه دار میاد نصف همون نوتو بهش اضافه میکنه. یه مثال دیگه بزنم برای نوت چنگ. الان نوت چنگ نقطه دار چی میشه؟ در واقع میشه خود چنگ به اضافه نصف خودش که میشه نوت دولا چنگ. پس اینجا کار ما اومدیم نوت نقطه دار رو یاد گرفتیم. اگه هنوزم شک و تردید داری توی یاد گرفتن این بس، این ویدیو رو بزن عقب و یه بار دیگه نگاه کن، چون که برای ریتم غیری شما حتما باید نوت نقطه دار رو بلد باشی، چون داریم از نوت نقطه دار استفاده میکنیم و مبنای شماره گذاریمون هم بر اساس همین نوته. حالا بریم سراغ ریتممون. ریتممون چی بود؟ ریتم 6-8. ساده ترین شماره چی که ریتم 6-8 داشتیم چی بود؟ 6-8 یعنی 6 تا نوت چنگ در هر میزان. پس ساده ترین شمارش من میشه 1-2-3-4-5-6. حالا من میخوام بیام از نوت نقطه دار برای ریتم 6-8 استفاده بکنم. این فرمی که من نوشتم رو دقت بکنید. اومدم نوت اولو نوت چنگ نقطه دار گذاشتم، نوت دوم دولا چنگ و بقیه نوت ها همون نوت چنگ. حالا شماره گذاری این نوت ها به چه صورته؟ من یه تکنیک بهتون میدم برای شماره گذاری نوت نقطه دار. این فرمولو یا این تکنیک و این شماره گذاری و هرچی که میخواید بگید، اگه استفاده بکنید دیگه هیچ مشکلی بابت شماره گذاری نوت ها مخصوصا برای نوت های نقطه دار نخواهید داشت. به این صورت که شما هر موقع نوت نقطه دار دیدید، شماره بعدیتون رو بیاید نصف کنید و نصفش رو قصد بدید به نوت نقطه دار. اینجا رو نگاه کنید، شماره اول من نوت نقطه داره، پس شماره دو رو اومدم نصف کردم، 1-2 و شماره دو رو دادم به 1 چون که نوت نقطه داره و نصف باید طلب داشته باشه از شماره دومی و فقط وش میمونه برای اون که همون نوت دولا چنگ شده که اومدم گذاشتم، یعنی 1-2-3-4-5-6 شماره دو نباید اجرا بشه. یا یه جور دیگه بهتون بگم که بهتر بیاید این قضیه رو درک بکنید، فکر کنید شماره دو رو من اومدم به جای چنگ دوتا دولا چنگ گذاشتم، خب ولی شماره اولین یا اولین نوت دولا چنگ من سکوته و فقط دولا چنگ دومی رو دارم، 1-3-4-5-6 1-3-4-5-6. حالا بریم سراغ جاگذاری نوت ها. نوت چنگ اولی رو من میام تون میذارم با نوت زینت. اگه هنوز نوت زینت رو بلد نیستید، برید اونو نگاه کنی و یاد بگیرید. آموزشش رو دادم، لینکش این بالا میذارم، برید اونو حتما نگاه کنید تا ریتم نوازی شما خشک و خالی نباشه. پس شماره اول توم دولا چنگ دو، شماره سمون بک، شماره چار و پنج و شیش توم دو سه، 1-2-3-4-5-6 آرومتر میشمرم، 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6. حالا اینو میتونید دیگه به شکلهای مختلف هم اجرا بکنی، مثلا یه شماره آخری رو سکوت بکنی، 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6.
دقت بکنی که من شماره دو نوت دوممم و نوت دولاچنگ رو اجرا نمی‌کنم، توی شماره و، یعنی توی یک و، روی و میام اجرا میکنم. یک دو و سه چهار پنج شش، یک دو و سه چهار پنج شش. جاگذاری نوت ها به عهده خودتونه. یه فرم دیگه هم براتون بیارم، نوت اولی رو بیام نوت سیاه نقطه دار بکنم. حالا چون که بر اساس نوت چنگ میخوام بشمرم، سیاه خودش میشه دو تا نوت چنگ، یه نصف خودش هم بهش اضافه شد، نوت سیاه نقطه داره نصف نوت سیاه نوت چنگ میشه، پس شد سه تا نوت چنگ. نوت سیاه نقطه داره ما سه تا نوت چنگه، به خاطر همینم سه تا شماره میگیره. شماره چارمون نوت چنگه و شماره پنج و شیش نوت سیاه. یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش، یا میتونیم نوت نقطه دار اولیو یک دو سه چهار پنج شیش، نوت اولیو بیاین ریز بگیریم، شماره چهار بک، شماره شیش دو. حالا با استفاده این فرمایی که اومدم بهتون آموزش دادم میشه یه ریتم غیری خیلی عالی اجرا کرد. اجرا میکنم براتون. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و نوت نقطه دار رو یاد گرفته باشید. اما اگه هنوزم فکر میکنید نوت نقطه دار رو بلد نیستید، نگران نباشید. من ویدیو بعدی قراره یه شورت ویدیو بذارم تحت عنوان نوت نقطه دار و توضیحات تکمیلی اونجا بهتون میدم. اگه ویدیو رو دوست داشتید و براتون مفید بود، ممنون میشم لایک کنید و کار بنده حمایت کنید. و اگه سوال، نظر، انتقاد و یا هر چیز دیگه ای هست، حتما داخل کامنت ها بیان کنید. من حتما به همه کامنت ها پاسخ میدم. خسته نباشید.